سلام عرض می کنم خدمت تمام دانش آموزان عزیز. با درس آمار احتمال 11 در خدمتتون هستیم. فصل دوم، مبحث احتمال شرطی. بچه ها، از اون مبحث بسیار مهمیه که از درس گسسته وارد آمار احتمال 11 شده و بسیار مهم هستش. قشنگ گوش کنی که انشالله پا به پا پیش بیاد. درس سوم ما احتمال شرطی هستش. دقت کنید، گفته که در مسائلی که در آنها با عدم قطعیت، یعنی نمیدونیم که دقیقا این داره رخ میده، و احتمال سر و کار داریم، یعنی اسمش روش احتمال شرطیه، داریم شرط میذاریم براش. خب گاهی با سوالهای شرطی مواجه هستیم. اگر فردا برف ببارد چقدر احتمال دادن راه برخی روستاهای دهستانهای مثلا شهرستان کنگاور مسدود شود؟ ببین همش اگر دارم میارم، شرط دارم میذارم. اگر راننده از کمربند ایمنی استفاده نکند چقدر احتمال دارد پس از تصادف دچار نقص عضو شود؟ خب یعنی بازم داره این شرط میذاریم، اگر دارم میارم. اگر دانش آموزی در سال 11 موفق به کسب معدل بالای 18 شود چقدر احتمال دارد که در سال گذشته معدلش زیر 15 بوده باشد؟ یعنی با اگر و اینها داریم شرط گذاری میکنیم. ما میخواییم بریم احتمال شرطی رو بررسی کنیم، محاسبهش رو برای شما توی این فصل. توی همه این موارد با دو تا پیش آمد مختلف با سر و کار داریم. فرض میکنیم یکی از اونا رخ داده، میخواییم بدونیم احتمال رخ دادن دومی چه تغییری کرده. من میگم اگر این احتمال رخ بده به شرط احتمال دیگه، یه احتمالی مثل آ به شرط اینکه به اتفاق افتاده باشه، یعنی چه تغییراتی اون به انجام داده. ما میخوایم یه در مورد اینها برای شما چیه بحث کنیم. خب بچه ها فعالیت دقت کنید. میگه تو یک قرعه کشی بین 20 نفر قرار است از بین کارت هایی با شماره های 1 تا 20 یکی را به تصادف انتخاب کنند. شماره کارت اکبر 15 و شماره کارت بهرام 7. خب پس شماره کارت اکبر 15، شماره کارت بهرام 7. شماره هایی هم که دارم بین 1 تا 20 چیه؟ داشتم. اولین چیزی که من احتیاج دارم فضای نمونه ایم هستش. به من گفته الف احتمال این که اکبر برنده شه چقدره، احتمال این که بهرام برنده بشه چقدر هستش. بریم فضای نمونه ایمونو تشکیل بدیم. فضای نمونه ای میشه فضای نمونه ای کل من که با اس نمایش میدم، که از اعداد 1 تا 20 خواهد بود. من میاید یک عدد انتخاب کنم. NS من یکی یک عدد میخوام انتخاب کنم، یک کارت میخوام انتخاب کنم که یکی از اعداد روش نوشته شده، یعنی میشه یه دونه از 20 دارم انتخاب میکنم، میشه ترکیب یکی از 20 که اینو طبق فرمولای ترکیب حل کنی جواب میشود 20. این از این. حالا میگه احتمال برنده شدن اکبر. آقا میخوام ببینم احتمال این که اکبر برنده بشه چقدره. احتمال این که اکبر برنده بشه به این صورته: کارت اکبر شمارش 15، پس آ میگیرمش اکبر رو، شماره 15 مال اکبر انتخاب میکنم، پس ان آی من یعنی چند تا انتخاب داره اکبر؟ یه دونه انتخاب داره. خب پس تعداد اعضای مجموعه آی اکبر یکه، یه دونه است که میشه اون عدد 15، شماره کارت 15 یکی که دارم انتخاب میکنم. پی آ فرمولش چی بود؟ ان آ به ان اس. خب ان آی من یکه، ان اس من 20، میشه 1/20 جواب برنده شدن اکبر، احتمال اینکه اکبر برنده بشه. میخوایم بریم احتمال برنده شدن بهرام رو بررسی کنیم. برنده شدن بهرام رو میگیریم بی، شماره کارت بهرام 7، پس ان بی میشه یه دونه، یه انتخاب بیشتر نداره، شماره کارتش 7، پس پی بی میشود ان بی به ان اس، ان بی 1، ان اس 20، میشه 1/20. پس اینم میشه احتمال برنده شدن چی بچه ها؟ بهرام. دقت کنیم بچه ها، میگه وقتی مجری کارت را انتخاب میکند قبل از اینکه آن را به دیگران نشان بدهد میگوید عدد برنده 2 رقمی است. خب
برای ما مشخص کرده که عدد برنده چیه بچه ها؟ دو رقمیه. حالا میگه اکنون اکبر و بهرام احتمال برنده شدن خودشونو چقدر میدونن؟ با علم به این که میدونیم کارتمون عدد برندمون شمارش دو رقمی هستش. خب قشنگ دقت کنیم بچه ها، تو این قسمت یه فضای نمونه ای اولیه من داشتم از 1 تا 20. اینجا فضای نمونه ای جدید من که میگه اعداد دو رقمیه، یعنی اس نیو یا اس جدید من اینجا اعداد چیه؟ دو رقمی هستش. اعداد دو رقمی میشه از 10، 11 تا 20. این اعداد دو رقمی چیه بچه ها؟ شامل میشه. خب شامل 11 تا عضو خواهد بود، یعنی ان اس نیو یا جدید من 11 داره. خب حالا فضای نمونه کلی من از 1 تا 20 بود، فضای نمونه جدید من از 10 هستش تا 20، یعنی 11 تا عضوه. فضای نمونه من کاهش پیدا کرده در جدید. خب پس همه حالات ممکن رو در نظر میگیریم، عدد انتخابی من عدد چیه؟ دو رقمیه. بچه ها حالا اعداد 1 تا 9 دیگه یعنی قابل قبول نیستند، پس یعنی پیش آمده اعداد 1 رقمی در اس نیو جدید چیه؟ غیر ممکنه و از فضای نمونه ی من چیه بچه ها؟ حذف میشه. خب چه نتیجه گیری میتونم بکنم؟ فضای نمونه ی جدید یا اس جدید یا اس نیو من هست از 10 تا 20، ان اس هم 11 داره، میشه ترکیب 1 از 11 که جوابش میشه 11. این از ان اس من هستش. خب حالا چیو میخواست؟ میخواد ببینه اکبر و بهرام احتمال برنده شدنشون چقدره. ما تو صورت سوال اکبر رو آ گرفتیم، بهرام رو بی، یعنی من میخوام پی آ برنده شدن اکبر آ بود، شماره کارت دو رقمی اکبر که انتخاب کردیم تو صورت سوال 15 بود، انعای من یه حالت بیشتر نداره، اونم شماره کارتش 15ه، چون دو رقمی هم گفته انتخاب کنیم قابل قبوله، پس پی آی من میشه ان آ به ان اس، ان آش 1، ان اس هم تعداد کل فضای نمونه ای جدید من که اعداد دو رقمیه 11 داره، میشه 1/11 احتمال برنده شدن چیه؟ اکبره. میخوام برم احتمال برنده شدن بهرام رو پیدا کنم. بهرام شماره کارتش شماره 7 بود، چون 7 عددش 1 رقمیه، فضای من اینجا اعداد دو رقمیه، اس نیو جدید من، خب بنابر این بی من میشه توهی، پس ان بی من حالتی وجود ندارد، صفر حالته، پس پی بی من میشه ان بی به ان اس، میشه صفر به روی 11 که جوابش میشود صفر، یعنی احتمال این که بهرام برنده بشه صفره. خب پس این میشه احتمال برنده شدن اکبر و بهرام تو فضای نمونه ای جدید. سوال 2 رو دقت کنید. میگه مدرسه ای 3 کلاس 11 با نام های 11-1، 11-2 و 11-3 وجود دارد که به ترتیب 33، 32 و 35 دانش آموز دارند. در آزمونی مشترک از این 3 کلاس به ترتیب 9، 8 و 6 نفر موفق به کسب نمره کامل شده اند. یکی از دانش آموزان را به تصادف انتخاب می کنیم. الف، فضای نمونه ای که شامل همه دانش آموزان پایه 11 است چند عضوی است؟ پس فضای نمونه ای کلیمو می خواد که شامل بشه همه دانش آموزان پایه 11 و می دونم که 3 کلاس دارم و دانش آموزای من 33 تا 32 تا 35 تا دانش آموز توی هر کلاس قرار دارم. پس تعداد کل دانش آموزان 11 همه من میشه برابر با 32 به علاوه 33 به علاوه 35 که جوابش میشه 100 تا دانش آموز. پس تعداد کل این دانش آموزای من میشه
صد. خب حالا NS من قراره که چیکار کنم؟ در آزمون مشترک از این سه کلاس به ترتیب این نفران موفق به کسب نمره کامل شدند. خب پس حالا NS من یعنی من هر یه نفر رو دارم از تعداد کلم 100 تا انتخاب میکنم، میشه ترکیب یک از 100 که جوابش میشه 100. پس این میشه NS، فضای نمونه ای کلمون. قسمت ب چی میگه؟ میگه احتمال اینکه دانش آموز انتخاب شده نمره کامل گرفته باشد، خب احتمال اینکه نمره کامل گرفته باشه چقدره؟ یعنی پیش آمد آ رو خواسته. بچه ها دقت کنی، به ترتیب گفته 9 نفر، 8 تا، 6 نفر توی هر کلاس موفق شدن که نمره کامل بگیرن. خب آقا 100 نفر تعداد کلی و تعداد نفریاتی هستند که نمره کامل رو گرفتن. خب بنابراین نفراتمون یه دونه 8 تا، یه 9 تا، یه 6 تا بودن نمره کاملا که جوابش میشه 23 نفر. حالا پس من میتونم بگم فضای آی من چیه؟ دانش آموز انتخابی که نمره کامل گرفته باشد. خب تعداد دانش آموزا یعنی انعام میشه این انعای من. اینجا الان من دارم هر یه نفر انتخاب میکنم از اون تعداد نفراتی که نمره کامل گرفتن، یعنی میشه ترکیب یک از 23 نفری که نمره کامل گرفتن، جواب میشه 23. احتمالشو میخواد، پس پی آی من میشه انعا به انعس، ان آ جوابش 23، ان اس کل من تعداد 100 نفرن میشه 23 صدم. اینا میشن تعداد نفراتی که نمره چی گرفتن؟ بچه ها کامل گرفتن. خب بچه ها سوال دوره دقت کنید، میگه در مدرسه سه کلاس 11 هم با نام های 11 1، 11 2 و 11 3 وجود دارد که به ترتیب 32، 33 و 35 دانش آموز دارند. در آزمونی مشترک از این سه کلاس به ترتیب 8، 9 و 6 نفر موفق به کسب نمره کامل شدن. یکی از دانش آموزان را به تصادف چیه بچه ها گفته؟ انتخاب میکنیم. الف، فضای نمونه که شامل همه دانش آموزان پایه 11 هم است چند عضویست؟ خب بچه ها تعداد کل دانش آموزان پایه 11 هم اینایی که اینجا نوشته 11 1، 11 2، 11 3، جمع همه اینها میشه تعداد دانش آموزامون، میشه 32 به علاوه 33 به علاوه 35 که جواب ما میشود 100 تا دانش آموز. پس NS من هر یه نفر رو باید انتخاب کنم از 100 تا، جواب میشود 100. قسمت B، احتمال اینکه دانش آموز انتخاب شده نمره کامل گرفته باشد پیش آمد آمون در نظر گرفته، میگه چقدره؟ آقا تعداد نفراتی که نمره کامل گرفتن یه 8 نفر بود، یه 9 نفر، یه 6 نفر که جوابش میشه 23 نفر. خب پس من میتونم نتیجه بگیرم که آی من دانش آموز انتخابیم هستش که نمره چی گرفته؟ کامل گرفته باشد. پس یعنی ان آی من میشه مساویه انتخاب یکی از 23 تا، یعنی 23 نفر میشه تعداد کلمون. پس الان من پی آ احتمال این که دانش آموز انتخاب شده نمره کامل گرفته باشه میشه ان آ به ان اس، ان آ شد 23، ان اس تعداد کلم 100 نفر میشه 23 صدم، احتمال این که افراد نمره چی گرفته باشن؟ کامل گرفته باشن. خب احتمال این که او دانش آموز کلاس چی باشه بچه ها؟ 11 1 باشد پیش آمده بی چقدره؟ پیش آمده بی میشه دانش آموز انتخابی من دانش آموز کلاس چی باشه؟ 11 1. پس این میشه ان بی من. بچه ها انتخاب یه نفر از چند تایه؟ دانش آموز کلاس 11 1 32 نفر تعداد نفراتش بود. پس پی بی من میشه ان بی به ان اس، یعنی میشه چند نفر؟ میشه 32 نفر از 100 نفر، میشه 32 صدم. قسمت ت میگه فرض کنید بعد از انتخاب بفهمید که او دانش آموز کلاس 11 1 است،
در این صورت چقدر احتمال میدهید که اون موفق به کسب نمره کامل شده؟ بچه ها فضای نمونه جدید به این صورته که دانش آموز انتخابی دانش آموز کلاس 11 یکه، یعنی NB منه. من میخوام یه نفر انتخاب کنم از چند نفر؟ از 32 نفر بود تعداد کلاس 11 یک، یعنی میشه 32 تا. پس دانش آموز انتخابی میتونه کلاس 11 یک باشه و نمره کامل هم چیه بچه ها؟ گرفته باشه. نگاه کن، از 11 یک نمره کامل، یعنی این دوتا با هم دیگه چی دارن؟ اشتراک دارن. پس آ اشتراک بی من میشه دانش آموز انتخابی دانش آموز کلاس 11 یکه و نمره کامل گرفته، یعنی ان آ اشتراک من، این اشتراک به من میشه چند نفر؟ میشه 8 تا. تعداد نفراتی بودن که هم نمره کامل گرفتن هم عضو کلاس 11 یک هستند. احتمال مطلوب من میشه چی پس؟ احتمال مطلوب من اینکه از کلاس 11 یک باشه و نمره کامل گرفته باشه، یعنی احتمال آبی اشتراک دارن با هم دیگه. پس پی آ اشتراک به رو میخواد طبق چیز صورت سوال، که طبق صورت سوال پی آ اشتراک ب میشه ان آ اشتراک ب تقسیم بر ان بی من که اون تعداد نفرات اون مجموعه هستن. پس یعنی ان آ اشتراک ب 8 نفر، 8 نفر رو دارم انتخاب میکنم از چند تا؟ 32 تا. خب ساده کاری کنیم، 8 به 32 رو به 8 بزنیم میشه 1/4. پس احتمال انتخاب شدنش میشه چقدر بچه ها؟ 1/4. خب دقت کنید، تو حل قسمتت میتونیم اینطوری فکر کنیم. نگاه کنین اینجا رو، قسمت تهی که نمره کامل گرفته و عضو کلاس 11 یکه، خب که حل کردیم احتمال شد 1/4. ما میتونیم اینطوری فکر کنیم که فضای نمونه من که متشکل از 100 تا دانش آموز پایه 11 بعد از اطلاع این که اون دانش آموز کلاس 11 یکی به فضای نمونه دیگری منتقل شده که 32 تا دانش آموز عضو اون کلاس 11 یکی من بودن، باید بررسی کنیم که چند نفر از اون 32 تا دانش آموز مال کلاس 11 یکی بودن که موفق شدن نمره کامل کسب کنن، که یعنی تعدادمون چجوری به دست میاد بچه ها؟ میشه آ اشتراک ب میشه، یعنی اون دوتا فضا باید با همدیگه چی داشته باشن؟ اشتراک داشته باشن. اولیش اینه که عضو کلاس 11 یک باشه که میشه آ نمره کامل گرفته باشه، که بی یعنی اشتراکشون رو باید بشماریم، که نتیجه باید به تعداد اعضای مجموعه بی چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم که براتون حل کردیم، میشد ان آ اشتراک به تقسیم بر ان ب. خب حالا تو علم احتمال برای اون چه که تو قسمت ب فعالیت یک و قسمت ت این فعالیت دیدین، از اصطلاح احتمال شرطی ما استفاده می کنیم. تو فعالیت دو که پیش آمد آ کسب نمره کامل و پیش آمد به نمره این بودش که چی باشه؟ 11 یک باشه، از کلاس 11 یک باشه. اون چه که خواسته شد کسب نمره کامل به شرط این که از کلاس 11 یک باشد، یعنی پی نمره کامل بودن رو آ گرفتیم به شرط اینکه از کلاس 11 یک باشه، یعنی پی آ به شرط بی. چیزی که از من میخواد به این صورته، پس پی آ به شرط بی رو میخواد. بچه با یه دونه علامت به این صورت نشون میدن، میگم پی آ این علامت یعنی علامت به شرط بی. این میشه فرم احتمال چی بچه ها؟ شرطی. یعنی این قسمت آخری که حل کردیم ما یه جوری احتمال چی بودش؟ شرطی بود. کار در کلاس دقت کنید، میگه در فعالیت قرعه کشی احتمال شرطی کدام پیش آمد نسبت به کدام پیش آمد مورد سوال قرار گرفته است. بچه ها تو فعالیت قرعه کشیه که ما داشتیم، احتمال شرطی کدام پیش آمد نسبت به کدام پیش آمد مورد بررسیه. آقا داشت میگفت احتمال این که برنده شن به شرط این که دو رقمی باشن، تمام. یعنی اینو داشت چیکار میکرد؟ بررسی میکرد. خب ارتباط شرطی یا کاهش
فضای نمونه ایمون اصلا چی هستش. ما دو تا فعالیت قبلی رو اگر بهش توجه کرده باشین، فضای احتمالای ما همشانس بودن که شرطی کردن یه پیش آمده نسبت به پیش آمده بداشت بیان میکرد. یعنی من میومدم فضای اسم رو میذاشتم کنار، بیم و فضای نمونه تلقی میکردم، یه فضای نمونه جدید میساختم که به این روی کرد میگفتیم فضای نمونه جدید. به عنوان مثال اونجا که کارتای اعداد قرعه کشی دو رقمی بودش، فضای نمونه کاهش پیدا کرد به 11 عضو از 1 تا 20 بود. یعنی به این صورت اومدیم فضای نمونه ایمون رو کاهش دادیم. این از علت هایی که توی احتمال شرطی باهاش چیه مواجه هستیم. بریم تو کار در کلاسمون. کار در کلاس میگه که فرض کنید تاسی را در دو مرتبه پرتاب میکنیم. فضای نمونه ای آزمایش چند عضو است؟ بچه ها یه تاس 6 وجه، یه تاس 6 وجه. طبق اصل ضرب 6 ضرب در 6 36 تا حالت باید ایجاد بشه. بر فرض مثال فضای نمونه اس من پس 1 2 تا 6 ضرب در 1 2 تا 6 ضرب دکارتی در همدیگه انجام میدیم. به چه صورتی میشه بچه ها؟ به این صورت میشه که فضای من هستش، به عنوان مثال میندازم تاس اولو 1 میاد، تاس دومم میندازم 1 میاد. تو تاس اول 1 میاد، تو تاس دوم 2 میاد، 1 میاد، 3 میاد، 1 تا 6. حالت بعدی 2 میاد، تاس اول بعدی یا 1، 2 میاد، بعد 2، همینجوری الی آخر تا 6. این فضا ادامه داره بچه ها تو حالت 3 1 3 2 تا 3 6، 4 1 4 2 تا 4 6، 5 1 5 2 تا 5 6، 6 1 تا 6 6. زوج مرتب 36 حالت رو برای من تشکیل میده. یه دقت کوچیک بفرمایید، این رو اگر شما در نظر بگیری این یه قطر باشه، اینم یه قطر، توی این قطر همه ی زوج مرتب هایی قرار گرفتن که احتمال شانسشون با هم برابره. یک اومده، اینم یک اومده، دو دو، یعنی اینها با هم دیگه چی هستن؟ برابر هستن. میگه آیا این فضای احتمال همشانس است؟ خب بچه ها من میگم آره فضای احتمال من همشانسه. علت این که همشانسه برای چیه؟ ما میدونیم که توی هر آزمایش تصادف فرضمون بر اینه که یه فضای نمونه ای دارم که اون فضای نمونه ای من همشانس هست. مسئله قید کرده غیر همشانسه؟ خیر. پس فضای مسئله رو خودش باید برای من چیکار کرده؟ تعیین کنه. مثلا میگم تاسی داریم که احتمال وقوعش عدد چیه بچه ها؟ زوجه. یعنی در اون دو برابر احتمال وقوع عدد فرده. ببین دارم تعیین میکنم، یه تاس دارم که احتمال وقوع این که عدد زوج رخ بده دو برابر عدد فرده. تو مسئله پرتاب دو تاس به غیر همشانس بودن اون برآمدها اشاره ای نشده. پس وقتی اشاره نمی کنه که اینها غیر همشانس هستند، تو صورت سوال ما اون رو باید همشانس چیکار کنیم بچه ها؟ فرض کنیم. قسمت ب رو نگاه کن، میگه میدونی که مجموع عدد دو پرتاب از 9 بیشتر شده است. در این صورت احتمال اینکه دست کم یه 6 آمده باشد چقدر است؟ خب نگاه کن، توی فضای اولیه فضای نمونه رو تشخیص دادم 36 تا بودش، حالا میخوام مجموع عدد دو پرتاب از 9 میدونم بیشتر شده. این برای من مهمه توی اس جدیدی که میخوام بسازم. خب حالا نگاه کنی، فضای آی من آمو میگیرم تو پرتابم اینه، تو صورت سوال گفته احتمال اینکه دست کم. وقتی میگه دست کم یعنی حداقل، حداقل 1.6 اومده باشه، یعنی دست کم 1.6 اومده باشه تو پرتاب دو تاس. خب حداقل 1.6 اومده باشه، میتونه 1 و 6 باشه، میتونه 2 و 6 باشه، میتونه 3 و 6 باشه، میتونه 4 و 6، میتونه 5 و 6. ببین یه بار 6 اومده توی پرتاب تاس ها، یا میتونه هر دو بارش هم 6 اومده باشه، چون تو صورت سوال گفته حداقل یه بار 6 بیاد، یعنی دوبارم مجاز هستش. حالت بعدی میتونه 6 و 5 باشه،
6 و 4 ببین اینا فرق میکنه. تو تاسه اول انداختم 4 اومد، تو تاسه دوم 6 اومده، اینجا تو تاسه اولیه 6 اومده، تو تاسه دوم 4. مفهوم اینها با هم دیگه فرق میکنه. 6 و 3، 6 و 2، 6 و 1 این حالت هایی که میتونه حداقل در پرتاب دو تاس یه بارش 6 اومده باشه. خب بی من چیو داره برای من میسازه؟ بی من اینه که مجموع عدد دو پرتاب از 9 چی باشه؟ بیشتر باشه. پس مجموع دو تا عددی که رو میخواد بشه برای من بیشتر از 9 باشه، یعنی جمع اینا بشه بیشتر از 9. خب فضای نمونه ای اولی 4 و 6 میتونه باشه، 10 میشه. 5 و 5 10 میشه. 6 و 4 10 میشه. 5 و 6 11، 6 و 5 11، 6 و 6 12. حالت دیگه ای رو نمیتونم انتخاب کنم. خب حالا میدونیم که مجموع دو تا عدد رو شده من بیشتر از 9. پس فضای نمونه ای S به پیش آمده B داره چیه؟ کاهش پیدا میکنه. فضای نمونه ای جدیدم خواهد بود. یعنی از طرفی با توجه اینکه فضای نمونه ای جدید من بیه، پس همه برآمدهای A ممکن نیستند، بلکه برآمدهای قابل قبولن که با بی چیان بچه ها مشترک هستند. نگاه کنید آ اشتراک بی رو من میخوام به دست بیارم. بریم مجموعه آ و بی رو نگاه کنیم. اشتراکش میشه این عضوهایی که اینجا هستن، زوج مرتبه 4 و 6، 6 و 4، 5 و 6، 6 و 5 و 6 و 6. اینا میشه اشتراک این دو مجموعه آ و بی. خب بنابراین پی آ به شرط ب رو میخواد. میگه احتمال این که دست کم یه بار 6 اومده باشه جمع اون دوتا هم بیشتر از 9 باشه. پی آ به شرط ب رو میخواد. پی آ به شرط ب فرمولش هست ان آ اشتراک ب به ان ب، یعنی تعداد اعضایی که وجود داره. نگاه کنید تو فرمول احتمال شرطی وقتی میگه آ به شرط ب، اشتراک این دوتا قبول تقسیم بر دومیه، ان دومی. حالا اگر بی به شرط آ بود بچه ها، اینجا میشه ان آ اشتراک به بی به شرط آ، این به جاش میشه ان آ. همیشه تقسیم بر اونیه که به شرطشه. خب حالا تعداد اعضای اشتراک ان آ اشتراکی به، یعنی تعداد این اشتراکی ها بشمر 5 تا عضوه. تعداد اعضای بی هم 6 تا بود، احتمالش میشه بچه ها چقدر؟ 5 6. خب مبحثی که داریم میخوایم بدونیم که احتمال شرطی ما چجوری محاسبه میشه. خب بچه ها همونطوری که اشاره کردیم با احتمال همشانس سر کار داشته باشیم، محاسبه یه پی آ به شرط به ساده است. کافیه تعداد حالات مطلوبمون رو به تعداد حالات ممکنمون چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. ولی باید توجه کنیم چون میدونیم بی رخ داده، دیگه همه اعضای پیش آمده آ ممکن نیستن، ولی لذا مجموع حالتهای مطلوب تو این وضعیت آ اشتراک به، یعنی اشتراک اون دوتا برای من شرطه. پس نگاه کنی یه فضای نمونه ای اس کلی دارم، یه فضای آ دارم مجموعه، یه فضای بی دارم و این وسط اشتراک این دوتا هم وجود داره. خب پی آ به شرط ب، میگم مجموعه آ اتفاق داره میفته به شرط اینکه ب وجود داشته باشه. این چه موقعی به شرط این اتفاق میفته؟ اشتراک اینها حتما وجود داشته باشه. پس یعنی میشه ان آ اشتراک ب، تعداد اعضای اینا مشترکاش باشه، یعنی این وسط این. تقسیم بره آقا آ میخواد اتفاق بیفته به شرط اینکه این وجود داشته باشه، پس خود این برای من شرط اصلیه، پس میشه تقسیم بر ان بی. خب حالا در حالت کلی که احتمال میتونه همشانس نباشه من چی کار میکنم؟ این احتمال همشانس بود، من اومدم از روی همشانس بودنش این فرمول رو چیه؟ نتیجه گرفتم. حالا میگه احتمال همشانس نباشه. وقتی که احتمال همشانس نیست، حالتاشو میاریم تو فعالیت براتون چیه؟ بیان میکنیم.
به فعالیت من دقت کنید. دوباره فرض کنید موضوع گفتگوی احتمال همشانسه. آیا می توانید سمت راست فرمول احتمال شرطی در حالت همشانس را به شکلی باز نویسی کنید که به جای تعداد اعضای پیش آمد احتمال آمده باشد؟ یعنی میگه که وقتی دارم بحث از احتمال می کنم چرا اون سمت تعداد اعضاه؟ خب وقتی احتمال رخ میده که اعضایی وجود داشته باشه تعدادش، پس وقتی احتمال این و رخ میده میتونم جای اون تعداد احتمال رو بذارم. ببینیم به چه صورتی. میگم پی آ به شرط ب مساویه ان آ اشتراک ب تقسیم بر ان ب. خب حالا میخوام احتمال اینو بسازم. چی کار میکنم بچه ها؟ احتمال فرمولش چی بود؟ پی آ مثلا بود ان آ به ان اس، به ان اس تقسیم میشد، میشد احتمال، از تعداد در میومد وقتی به تعداد کل تقسیم میشد. پس من اگر هر کدوم از اینها رو به ان اس تقسیم کنم کارم حله. پس میام همه رو به ان اس چیکار میکنم بچه ها؟ تقسیم. ان بی هم به ان اس تقسیم. آقا ان آ اشتراک به تعداد کل میشه پی آ اشتراک به ان ب به ان اس میشه پی بی. پس این میشه پی آ اشتراک به تقسیم بر پی بی. پس احتمال شرطی میتواند، وقتی میگم احتمال آ به شرط به اتفاق بیفته، پس یعنی میتونه این سمتش هم احتمال اون پیش آمد چیه؟ رخ بده. یعنی پی آ اشتراک به پی بی. خب حالا میگه اگه فعالیت قبل رو به درستی انجام داده باشی، به تعریف کلی احتمال شرطی، یعنی برای فضاهای همشانس و فضاهای غیر همشانس چیه رسیدیم. نگاه کنید، در صورتی که به پیش آمدی باشد که پی به بزرگتر از صفر باشه، چون نمیتونه مخرج من صفر بشود، در این حالت برای هر پیش آمد آ، احتمال آ به شرط رخ دادن بی که اون رو میخونیم پی آ به شرط بی، به شکل زیر تعریف میشود. پی آ به شرط بی میشه پی آ اشتراک بی تقسیم بر پی بی. حالا بچه ها اگر به من بگوید پی بی به شرط آ میشود پی آ اشتراک بی تقسیم بر پی چی؟ آ. دیگه در این حالت یعنی پی آی من صفر نمیشه و بزرگتر از چیه بچه ها؟ صفر هستش، چون مخرج نباید صفر بشه. پس این دو تا فرمول مهم احتمال چیه؟ شرطی هستش. تذکر، در حالتی که پی بی صفره، احتمال هیچ پیش آمدی به بی تعریف نمی شود، یعنی ما نمیتونه مخرجم صفر بشه، چون عدد تقسیم بر صفر میشه بی نهایت، دیگه برای من جواب نخواهد داشت. مثال، سکه ای را سه بار پرتاب می کنیم، می دانیم که دست کم یک بار رو آمده است. در این صورت احتمال این که هر سه بار رو آمده باشد چقدر است؟ بچه ها سه بار رو اومدن سکه رو می گیرم آ، احتمال این که هر سه بارم رو بیاد رو می گیرم ب. پس سه بار رو اومدن سکه رو میگیریم آ، دست کم یه بار رو بیاد رو میگیریم بی. پس اینو گرفتم بی، این چیزی که تو مسئله میخواد هر سه بار رو بیاد گرفتم آ. باید توجه کنیم من الان پی آ اشتراک به پی ب رو باید محاسبه کنم. خب یه سکه است دارم سه بار میندازم بالا. خب وقتی دارم میندازم سه بار بالا، یعنی دو به توان سه، دو به توان ان حالت داره. ان تعداد پرتاب سکه است، میشه دو به توان سه، میشه هشت حالت. پس یعنی هشت عضو داره. آ اشتراک ب یعنی چی؟ یعنی سکه سه بار رو اومده باشه به علاوه که دست کم یه بار رو اومده باشه. وقتی میگه دست کم یه بار رو اومده باشه، این در واقع یعنی که سکه در هر سه پرتابش رو اومده، به خاطر اینکه میگه باید اشتراک داشته باشه با اولیه. خب اینجا هر سه بارش باید چی بیاد؟ حتما رو بیاد. خب بخواد اشتراک داشته باشه، باید تو اشتراک این که دست کم هم یه بار رو بیاد، یعنی اینکه هر سه پرتاب چی باشه بچه‌ها؟ رو باشه. پس پی آ اشتراک ب میشه چقدر؟
پی آی اشتراکی به میشه ان آ اشتراکی به ان اس. ان اس من 8 حالته سه بار سکه پرتاب کنم، ان آ اشتراکی من یک حالت هستش، ان آ اشتراکی به یه حالتش هم سه بارش رو هست. خب پس یعنی پی آی اشتراکی به میشه ان آ اشتراکی به ان اس میشه 1/8. اوکی. خب حالا برای محاسبه پی بی باید چی کار کنیم؟ بچه پی بیو که ندارم، هر موقع پی بی نداشتم برم متممش رو حساب کنم راحت‌تر به جواب میرسم. متمم پی بی یعنی پی ب پریم. خب من میدونم پی ب میشه یک منهای پی ب پریم. یک منهای خب پی ب پریم من چه اتفاقی داره رخ میده؟ یعنی یک هشتم، یعنی اون تعداد حالتهایی که همون انگاری اشتراکه بود. پس میشه یک منهای یک هشتم جواب میشود 7/8. خب چرا تعداد حالتش شد پی به 7/8؟ اشتراکی یه حالت داشت، تعداد حالت ها 8 تا، 8 منهای 1 یکی، یعنی اون 7 تایی که میمونه برای من میشه پی به، میشه 7 به 8 حالتی که سکه رو پرتاب میکنم سه بار. پس احتمالش میشه چقدر؟ 7/8. خب پس پی آ به شرط ب رو خواسته. بچه ها تو صورت سوال گفته دست کم یه بار رو بیاد به شرط این که سه بارش رو اومده باشه. چجوری میشه سه بارش رو اومده باشه؟ پس یعنی سه بار رو اومده رو گرفتیم آ به شرط چی؟ ب. پی آ به شرط ب میشود پی آ اشتراک ب تقسیم بر پی ب. آقا اشتراک ب من چقدر بودش؟ جوابش 1/8. پی ب من چقدر شده؟ 7/8. یه دور در دور، نزدیک در نزدیک، جواب 1/7. پس احتمالش میشه چقدر بچه ها؟ 1/7. خب مثال بعدی میگه دو تاس سبز و قرمز را پرتاب میکنیم. الف اگر بدانیم مجموع دو تاس 10 شده، احتمال این که تاس سبز 6 آمده باشد چقدر است؟ ب اگر بداریم که تاس سبز 6 اومده، احتمال این که مجموع دو تاست 10 شده باشد چقدر است؟ خب اول از همه فرض بالا، آقا تاس سبز 6 بیاد آ، مجموع دو تاست 10 بی. پس تو این مثال آ به شرط بی از من خواسته. پیش آمده بم، پس آ به شرط ب رو بخواد، آ اشتراک ب رو میخواد، پی ب هم میخواد طبق فرمول. خب من میدونم که فضای کلی من دو تا تاسه، 36 تا حالت میتونه داشته باشه و یه فضای همشانسه، پس باید تعداد اعضای یه پیش آمده بررسیم به احتمالش چیه به دست بیاریم. آقا ب من چه اتفاقی داره رخ میگه؟ میگه مجموع دو تا تاسه 10 بشه، یا 4 و 6 یا 6 و 4 یا 5 و 5، سه حالت میتونه داشته باشه. خب پس در نتیجه پی بی من میشه چی بچه ها؟ پی بی من میشه ان بی به ان اس. ان بی یعنی چی؟ یعنی تعداد اینا 3 تا، به ان اس تعداد کل 36 تا. پی بی میشه 3/36. چی از من خواسته؟ آ اشتراک ب مهمه، چون آ به شرط بی رو میخواد. آ اشتراک ب رو نگاه کنی با هم دیگه مشترک بودنشون توی یه دونه 6 و 4 هستش. به خاطر چی توی یه دونه 6 و 4؟ چون اینجا مجموع دو تا تاسه بیه میشه 10، میگه این که تاسه سبز 6 بیاد. خب فقط تاسه سبز میگه چی؟ 6 بیاد. پس وقتی تاسه سبز میگه 6 بیاد، یعنی آه فقط برای 6 بیاد، این دیگه 6 نیاد. پس زوج مرتب 6 و 4 مشترکه بین جفتشون. خب حالا چه اتفاقی رخ میده؟ پیا اشتراک بین من یه دونه دارم یه حالته، انا اشتراکه به تقسیم بر ان اس به 36 تا میشه 1/36. حالا در نتیجه پی آ به شرط ب، پی آ اشتراک ب تقسیم بر پی ب، پی آ اشتراک ب 1/36. پس پی آ به شرط ب من میشود پی آ اشتراک ب تقسیم بر پی ب. آقا پی آ اشتراک ب 1/36، پی بمونم از قبلی حساب کردیم، پی بمونم 3/36. خب
این هم میشه چی؟ 3 سی و 6. یه دور در دور، نزدیک در نزدیک، 36 ضرب در 1 دور در دور، نزدیک در نزدیک هم 36 ضرب در 3. 36 ها ساده جواب 1/3 که پی آ به شرط ب برای ما چیه؟ محاسبه میشود. قسمت ب، طبق نمادگذاری که داشتیم قسمت ب برعکس قسمت الفه. بریم تو صورت سوال نگاه کنی، میگه تاس سبز 6 بیاد، اینو من گرفتم آ، مجموعشون 10 بشه با چه احتمالی؟ یعنی ب به شرط آ رو میخواد. خب بریم پی ب به شرط آ رو به دست بیاریم. خب آقا پی ب به شرط آ میشه پی آ اشتراک ب تقسیم بر پی آ. خب پی آ اشتراک ب رو که حساب کردم 1/36، پی آی من چیه؟ پی آی من هم حالتش رو گفتیم، میگه وقتی 6 بیاد یعنی 1/6 حالتهایی که داره اتفاق میفته، پس اینم میشه 1/36 به 1/6 که جوابش میشه 6/36 که میشه 1/6. خب بریم روی مثال. این سوال یک سوال خیلی خاص هستش در کتاب درسی شما، به عنوان تیم ملی والیبال ایران این رو آورده. این سوال از اون سوالهاییه که خیلی خیلی خاصه، تیپ سوالش جدید هستش و پله پله من براتون این رو توضیح میدم کامل براتون جا بیفته. فقط با من پیش میارین دقت کنین که این سوال چی رو داره بیان میکنه. میگه تیم ملی والیبال ایران 14 بازیکن دارد که قد هیچ دو نفری برابر نیست. پس 14 تا بازیکن قد هیچ دو نفری هم با یکدیگر برابر نیست. اگر یکی از بازیکنها را به تصادف انتخاب کنیم، الف، احتمال این که آن بازیکن بلند قد ترین بازیکن تیم باشد چقدر است؟ خب بچه ها بازیکن رو میخواییم به تصادف یکی رو انتخاب کنیم، مشاهده میکنیم که اون بازیکنی که من دارم انتخاب میکنم از بازیکن اول کوتاه قد تره. خب میگه به کدوم احتمال اون بازیکن بلند قد ترین بازیکن تیمه؟ در این صورت احتمال این که این بازیکن اول بلند قد ترین بازیکن باشه. پس تو قسمت الف داره میگه اون بازیکن بلند قد ترین بازیکن تیم باشه، تو قسمت ب میگه یه بازیکن به تصادف انتخاب کن، مشاهده میکنی که بازیکن اول قدش کوتاه‌تره داره شرط میذاره. در این صورت احتمالی که بازیکن اول بلند قد ترین بازیکن تیم باشه. خب قسمت اول که خیلی ساده است بچه‌ها، قسمت اول داره میگه قد هیچ دو بازیکنی با هم دیگه برابر نیستن، فقط یکی از بازیکنانی که داریم انتخاب میکنیم بلند قدترین بازیکن تیم باشه. آقا 14 تا بازیکن داره تیم ملی والیبال، پس بلند قدترین بازیکن تیم میتونم اون فرد رو انتخاب کنم، میتونه اون فرد باشه، یعنی میتونه یه نفر از 14 تا وجود داشته باشه که بلند قدترین بازیکن چی باشه؟ تیم باشه. پس احتمالش میشه احتمال 1/14. قسمت ب مهمه. برای قسمت ب به من دقت کن، گفتم بازیکن اول کوتاه قدتره. خب مشاهده میکنم که از بازیکن اول کوتاه قدتره، یعنی اون بازیکنیه که انتخاب میکنم از بازیکن اولم کوتاه قدتره. حالا بیا احتمال بازیکن اول بلند قدترین بازیکن تیم باشه. آقا آ رو میگیرم چی؟ بازیکن اول قد بلندترین بازیکن تیمه، قطعا به این صورت دیگه، چیزی که داره تو صورت سوال میگه. بی من چیه؟ بی من بازیکن اول بلندقدتر از بازیکن دومه. خب دقیقا داشت این رو بیان میکرد. پس پی آ به شرط ب رو میخواد. پی آ به شرط ب میشه چی؟ پی آ اشتراک ب به پی ب. پی آ اشتراک ب بچه ها میشه چی؟ میشه پی آ. آقا برای چی پی آ اشتراک ب حتما می شود پی آ؟ دقت کن، این دوتا می خوام با هم اشتراک داشته باشن. اشتراک اینا چه موقع رخ میده؟ میگه بازیکن اول قد بلندترین بازیکن تیمه، این بازیکن اول قد بلندترین بازیکن تیم، این بازیکنه.
بعد اشتراک داشته باشه با اینکه بازیکن اوله بلندتر از بازیکن دومه. اشتراک اینا میشه تو قد بلندیشون، یعنی حتما این باید از اونی که ببین تو قسمت ب اینا داری میگی، میگه بازیکن اوله بلندتر از اون باشه، یعنی اشتراک جفت اینا میشه که بازیکن اوله بلندتره، یعنی پس پیا اشتراک ب همون احتمال اتفاق افتادن مجموعه چیه بچه ها؟ آ هستش، میشه پی آ تقسیم بر پی ب، به همین سادگی. پی آ چه اتفاقی براش افتاد؟ تو صورت سوال حل کردم الف یک چهارده هم شد، یه بازیکن که بلندقد بشه از بقیه، یعنی یکی از چهارده تا میتونه باشه. پی بی من چه حالتیه؟ پی بی من داره میگه بازیکن اول بلندقدتر از بازیکن دوم. آقا این یه بازیکن، اینم یه بازیکن، بخواد بلندقدتر از اون باشه یک به دو دیگه احتمالش، پس این میشه چقدر؟ یک دوم. میشه یک چهاردهم تقسیم بر یک دوم، دور در دور، نزدیک در نزدیک، دو چهاردهم میشود یک هفتم. پس احتمال اینم برای ما چی شد؟ حساب شد. احتمالش میشه بچه ها چقدر؟ یک هفتم. خب حالا دلیل این که پی بی هم یه دومه اینه که احتمالی که بین دو بازیکن اولی یا دومی بلندتر باشه برابره، یعنی یکی از دو تا میتونیم انتخاب کنیم. خب بریم سر این کار در کلاس. کار در کلاس چی میگه؟ میگه در فعالیت مربوط به دانش آموزان پایه 11 آمده بود. سه کلاس 11 1، 11 2 و 11 3 به ترتیب 32، 33 و 35 دانش آموز دارند و در آزمون مشترک در این سه کلاس به ترتیب 8، 9 و 6 نفر موفق به کسب نمره کامل شدند. دانش آموزی را به تصادف انتخاب می‌کنیم. پیش آمده دانش آموز کلاس 11 1 بودن را بی 1 و بی 2 و بی 3 را به طور مشابه تعریف می‌کنیم، یعنی میشه 11 2 11 3. پیش آمده نمره کامل شدن را نیز با آ نمایش می‌دیم. مقدار پی آ به شرط بی آی را برای آی 1 2 تا 3 حساب کنید. پس یعنی من میخوام احتمال اینو حساب کنم که نمرهشون کامل شده باشن به شرط اینکه بی 1 از کلاس 11 1 باشن، نمرهش کامل شده باشه. آ به شرط بی 2 از کلاس 11 2 باشن، نمرهش کامل شده باشه به شرط که از بی 3 باشه از کلاس 11 3 باشه. پس این سه حالت رو میخوام حساب کنم. آیای من 1 بدم پی آ به شرط بی 1 میشه ان آ اشتراک بی 1 تقسیم بر ان بی 1. تعداد این اشتراک ها چیه؟ نمرش کامل از کلاس اول 11 1 باشه. آقا نمره های کامل تو از مشترک تو این کلاس 8 تا بودن، تعداد بی 1 هامون هم چند تاه؟ 32 نفر هم تعداد اینها بودن، میشه 1 4. بریم آیدو. آیا 2 بگیرم پی آ به شرط بی 2 ان آ اشتراک بی 2 تقسیم بر ان بی 2، تعداد اونایی که نمرشون کامل شده بود از کلاس 11 2 بودن اشتراکشون 9 نفر بود و تعداد اعضایی که کلاس 11 2 بودن 33 نفر، که ساده کنیم میشه 3 11. آی رو 3 میدم میشه پی آ به شرط بی 3 میشه ان آ اشتراک بی 3 تقسیم بر ان بی 3، تعداد افرادی که نمرشون کامل بود و اشتراک داشتن با اینکه از کلاس 11 3 باشن 6 نفر بودن در فرض مسئله و ان بی 3 من 35 نفر بودن، میشه 6 35. قسمت ب چی میگه؟ قسمت ب میگه پی بی آی به شرط آ را برای اینا محاسبه کنید. خب معنای اون که حساب کرده اید چیه؟ آقا یعنی حالا برعکسشو دارم میگم، به شرط اینکه کلاس ها باشن نمره هاشون کامل شده باشه. آیا بگیرم 1 میشه بی 1 به شرط آ میشه ان بی 1 اشتراک آ تقسیم بر ان آ. آقا 8 نفر بودن که این اشتراک ها رو دارن و تعداد اعضای مجموعه ان آ میشه 23 تا. این ان آ که 23 تا هستش از کجا اومد؟ خب نگاه کنید، این حالتمون به این صورت. خب آیا 2 بدم این میشه بی 2 به شرط چی؟ آ، که دوباره آرم میشه 9 تا
سوم یعنی ان آی که من توی اونجا داشتم. این 23 تعداد نفراتی بودن که ما داشتیم، تعداد نفراتی که نمرهشون کامل شده بود. یه دونه 6 تا داشتیم، یه 9 تا، یه 8 تا که آیا 3 بدیم میشه ان بی اشتراک ان بی 3 اشتراک آب ان آ که اینم میشه 6 23. آقا این 23 تعداد نفرات نمره کاملا بود. یه 6 نفر داشتم، یه 8 نفر داشتم، یه 9 نفر. 9 و 6 15 15 و 8 23 نفر. این تعداد اون نفرات بود که حالا ان آ نمره کاملی است که احتمالش میشه به این صورت. خب حالا میگه چی؟ میگه با اطلاعات موجود در مورد سه کلاس، دانش آموزان کدام کلاس در آزمون مشترک موفق تر میدانید؟ برای پاسخ دادن به این سوال پاسخ قسمت الف مهم است یا پاسخ قسمت ب؟ خب محاسباتمون رو انجام دادیم، کلاس 11 دو رو موفق تر میدونیم با توجه به چیزایی که تو قسمت ب به دست اومده بود. احتمال اینکه نمره کامل گرفته باشن از همه بیشتره، عددش که کسرش که به دست اومده بود. توجهمون هم برای اینه که تشخیص اینکه کدام کلاس موفق تر بوده پاسخ قسمت ب برای من مهمه، چون نمره کامله برای من شرط تره. کسی که نمره کامل تر گرفته قطعا موفق ترم خواهد بود. بریم سر کار در کلاس. میگه چی؟ میگه فرض کنید به پیش آمدی با احتمال مثبت باشد. نشان دهید اگر آیک و آدودو پیش آمد ناسازگار باشند، پی آیک اجتماع آدو به شرط بی میشود پی آیک به شرط بی به علاوه پی آدو به شرط بی. خب آقا آیک و آدو دو پیش آمد ناسازگارن، یعنی اشتراکشون توهیه. پس اشتراک اینا وقتی توهی باشه، وقتی بعد از شرطی اینا صحبت میکنم، یعنی اون اشتراک اون قسمته چی شده؟ همه توهی شده. پس دو پیش آمد ناسازگار باشن، با یک دیگر سازگاری نداشته باشن، فرمول میشود این. خب با استفاده از تعریف احتمال شرطیت میتونیم چی بگیم؟ میگه پی آیک اجتماع آدو به شرط بی میشه اشتراک این دوتا تقسیم بر پی بی. خب یعنی میشه پی آیک اجتماع آدو اشتراکش با این بی تقسیم بر پی بی. این چیزیه که داره رخ میده برای احتمال چی؟ شرطی در دو پیش آمده ناسازگار. توضیح پذیری میخواییم بکنیم. ما میایم آیک و یه بار اشتراکش با بی یک میگیریم، اجتماعش یه بارم آدو با اشتراکش با بی یک، احتمال رو مینویسیم تقسیم بر پی بی. ادامه میدیم اجتماع بود. وقتی اجتماع میگه یعنی یه بار آیک اشتراکش با آدو اشتراکش با بی به علاوه پی آدو اشتراکش با بی منهای پی اشتراک اینها. توضیحش کرده تقسیم بر پی بی. شرکت پذیری و جابجایی اشتراک میخوام برم، این رو که مینویسم منهای آیک و آدو رو اشتراک میدم، بی رو میبرم بیرون تنها، تقسیم بر پی بی. خب اتفاقی که داره رخ میده، ما میدونیم اشتراک اینها دو پیش آمد ناسازگار توهی، میشه پی آیک اشتراک بی بله به پی آدو اشتراک بی منهای پی توهی تقسیم بر پی بی. خب پی توهی صفره، پس میشه پی آیک اشتراک بی تقسیم بر پی بی به علاوه یه پی آدو اشتراک بی تقسیم بر پی بی. این میشه فرمول کلی ما. تعریف احتمال شرطی میگه چی؟ میگه پی آیک، وقتی میگم پی آیک توی اسلاید قبلی بود، به اشتراک بی تقسیم بر بی، یعنی پی آیک به شرط بی. حالا این یعنی چی؟ یعنی پی آدو به شرط بی. این میشه دو تا پیش آمده چی؟ ناسازگار. ب برای هر پیش آمده آ داریم دو نقطه. پی آپریم به شرط بی میشه پی آپریم اشتراک بی تقسیم بر پی بی. آقا یه جا به جایی پی به اشتراک آپریم به پی بی، تبدیل اشتراک به تفاضل پی به منهای آ تقسیم بر پی بی. اینو فرمولش تعریف تفاضل پی ب منهای پی آ اشتراک به تقسیم بر پی ب. حالا این میشه پی ب به پی ب منهای پی آ اشتراک به پی ب. آقا اون که میشه یک منهای، این تعریف احتمال شرطی پی آ به شرط بیه.
میشه پی ا اشتراک بی تقسیم بر پی بی تعریف احتمال شرطی یک منهای پی ا به شرط بی. پس اینم میشه تعریف در اصل متمم، متمم یه چیزی به شرط بی، یک منهای پی اون ا به شرط بیه. این تعریف همون متمم در احتمال چیه بچه ها؟ شرطی هستش. خب دونستن تعریف احتمال شرطی و درک درستی از مفهومان برای حل مسائل احتمال لازم است، ولی کافی نیست. با سه تا ابزار ما آشنا میشیم. اولیش که میخوایم توی این فصل بحث کنیم قانون ضرب احتمال هست، بعدیش قانون احتمال کل هست، و سومین قانون که قانون مهمی هست قانون بیز. هر سه مورد رو تو برخی کتابا به عنوان قضیه فرمول میشناسن. توجه کنید علاوه بر این که باید این سه قانون رو آشنا باشیم، باید راهاش هم پیدا کنیم بیاموزیم بدونیم کجا از کدوم قضیه ما باید استفاده کنیم. خب برای یادگیری بهتر یه مثال هایی رو مطرح میکنیم و این مثال ها رو براتون حل میکنیم. این مثال ها رو تو ذهنتون باید بسپرید. اینا راه حل های پیچیده‌ای خواهد داشت، ولی وقتی تبحر پیدا کنین که در کجا از کدوم استفاده کنین خیلی راحت میتونین از مسائلش بر بیاین. خب حالا نگاه کنین صورت خیلی از این مسائلش شبیه به یک مسئله واقعیه، یعنی چیزهاییه که داره توی روزمره برای شما چیه اتفاق میافته. مسئله احتمال باید ما میدونیم، پیش آمد هامونو بدونیم، در موردش بحث کنیم، نامگذاری مناسب داشته باشیم و حل مسئلمونو بر اساس اون پیاده سازی بکنیم. خب بریم رو قانون ضرب احتمال. تعریف احتمال شرطی با یک محاسبه ساده به عبارتی تبدیل می شود که به آن قانون ضرب احتمال گفته می شود. بچه‌ها یه طرف این وسط این کردن راحت فرمول احتمال شرطی به من یک قانون میده به اسم قانون ضرب احتمال. چی میگه؟ میگه اگر آ و ب دو پیش آمد باشن با شرط اینکه پی آ بزرگتر از صفر باشد، پی آ اشتراک ب میشه پی آ ضرب در پی ب به شرط آ. بچه‌ها پی ب به شرط آ میشه پی آ اشتراک ب تقسیم بر پی آ. خب یه طرف این وسط این کنم پی آ اشتراک ب میشه پی آ ضرب در پی ب به شرط آ. از یه طرف این وسط این کردن خیلی ساده فرمول احتمال شرطی رسیدم به قانون ضرب احتمال. از این قانون معمولا وقتی استفاده میشه که بخواهیم عبارت سمت چپ تصاویر رو حساب کنیم، یعنی هر موقع آ اشتراک و احتمالش رو خواستیم خیلی راحت میتونیم این فرمول رو جایگذاری کنیم و استفاده کنیم و مسئلمون رو حل کنیم. خب بچه ها سوال دقت کنید، گفته توی یه کیسه ای یه دونه گوی سبز دارم، سه تا گوی سفید و دو گوی قرمز. از کیسه دو تا گوی به ترتیب و بدون جایگذاری خارج میکنم. احتمال اینکه گوی اول سبز و گوی دوم چی باشه؟ سفید باشه چقدر؟ آقا پیش آمد این که گوی من سبز باشه رو میگیرم آ، پیش آمد این که گوی من سفید باشه رو میگیرم بی. پس پیش آمد گوی سبز بودن آ، سفید بودن بی. میگه چی؟ تو صورت سوال دقت کن، میگه پیش آمد این که گوی اول سبز و گوی دوم سفید، یعنی اشتراک میخواد. حالا با توجه به قانون ضرب احتمال میتونم حل کنم. موقعی که پی آ اشتراک بی رو میخواست میشد پی ب به شرط آ برای من شرط بود، پی آرم بود، تمام. پس یعنی از اینجا میتونم این رو کاملا چیه محاسبه کنم. حالا دقت کن، تو ابتدا 6 تا گوی دارم که یکی از اونا چیه؟ سبزه. بچه های 6 تا گویه، یکی از اون گویا چیه؟ سبزه. گوی سبز رو گرفتم آ، پس پی آی من می شود ان آ به ان اس. ان آ احتمال اتفاق افتادن یه دونه گوی از چند تا گوی،
سه تا و دو تا پنج با یه دونه شیش تا، یعنی میشه یک شیشم احتمال اتفاق افتادنش خواهد بود. خب حالا برای محاسبه پی ب به شرط آ دقت کن، یعنی گویم سفید باشه به شرط اینکه سبز، یعنی بعد از خارج کردن گوی اول با این شرط که سبز باشه، پنج تا گوی دیگه‌ای که تو کیسه باقی میمونه حتما باید سفید باشه. این میشه مفهوم پی ب به شرط آ. میگه آقا گوی اول رو برمیدارم سبزه، به شرط این که چند تا میمونه از شش تا گوی داشتم، یه دونش رو برداشتم پنج تا میمونه، حتما اون پنج تا دیگه باید چی باشه بچه ها؟ سفید باشه. پس تمام، یعنی مفهوم ب به شرط آ اینه. خب پی ب به شرط آ، پس پی ب به شرط آ حالا پنج تا گویی تو کیسه باقی مونده، از این پنج تا گویی که تو کیسه باقی مونده تو فرض سوال داده سه تاش سفیده، پس یعنی سه تا از اون پنج تا میشه پی ب به شرط چی؟ آ. پس احتمال اتفاق افتادنش میشه سه پنجم. ما پی آ اشتراک ب رو میخواستیم، گویی سبز و سفید، پس پی آ اشتراک ب میشود پی آ ضرب در پی ب به شرط آ. این از قانون ضرب احتماله. قانون ضرب احتمال چیه پس؟ پی ب به شرط آ میشود فرمولش پی آ اشتراک ب تقسیم بر پی آ. از اینجا پی آ اشتراک ب میشه چی بچه ها؟ میشه پی آ ضرب در پی ب به شرط آ. خب پی آی من احتمال اتفاق افتادنش یک شیشم بود، ضرب داره پی ب به شرط آ بخواد اتفاق بیفته چقدره؟ سه پنجمه. پس میشه یک شیشم ضرب داره سه پنجم، جوابش میشه سه سیوم، ساده کنی میشه یک دهم. پس این میشه جواب چی؟ مسئلمون. خب قانون ضرب احتمال رو میخواییم برای سه تا پیش آمد بگیم. پیش آمد هایی که احتمالشون ناصفر خواهد بود. پی آ یک اشتراک آ دو اشتراک آ سه میشود پی آ یک ضرب در پی آ دو به شرط آ یک ضرب در پی آ سه به شرط اشتراک آ یک آ دو. خب این فرمول فرمول بسیار مهمیه. اثبات اینها رو در تمرین‌های جلوتر در کتاب برای شما اثبات می‌کنیم. شما فقط بدون اگر سه پیش آمد داشتیم قانون ضرب احتمال از این فرمول برای شما چیه؟ به دست میاد. خب بریم سر کار در کلاس. میگه با داده‌های مثال قبل اگر سه گویی را به ترتیب و بدون جایگذاری خارج کنیم، احتمال اینکه اولی سبز، دومی سفید و سومی قرمز باشد چقدر است؟ آقا قسمتی از راه حلش مشابه قسمت قبلیه. کافیه سی رو بگیریم پیش آمد قرمز بود، از سه تا احتمال شد. خب سه تا پیش آمد. خب حالا یعنی چی رو میخواد؟ میگه اولی سبز و دومی سفید و سومی قرمز. اونجا دو تا داشت، اینجا سه تا شد. یعنی اشتراک این سه تا. اینو گرفتم آ، اینو گرفتم بی، اینو گرفتم سی. پس پی آ اشتراک بی اشتراک سی رو میخواد. از قانون ضرب احتمال میتونیم این رو حساب کنیم. آقا یه گوی سبز دارم، پیش آمده سبز بودن آ. سه گوی سفید دارم، پیش آمده سفید بودن گوی دوم بی. دو گوی قرمز دارم، پیش آمده قرمز بودن گوی سی. طبق قانون ضرب احتمال اشتراک ستاره میخوام. فرمول پی آ ضرب در پی ب به شرط آ ضرب در پی سی به شرط اشتراک آ و بی. این فرمول قانون ضرب احتمال در سه پیش آمد هاست. خب آقا پی آی من احتمال اینه که سبز باشه، احتمال این که سبز باشه یه گوی سبز بیشتر ندارم، از چند تا؟ از شش تا. احتمال این که اتفاق بیفته گوی سبز باشه یک از شیشه، میشه یک شیشو ضرب داره پی ب به شرط آ. حساب کردم از سال قبلی، جوابش شد سه پنجم ضرب داره. حالا اینجا رو دقت کن، میگه پی سی به شرط آ اشتراک بی.
چه مفهومی داره؟ میگه پیش آمد این که قرمز باشه گوی به شرط این که گوی اول و دومه با هم اشتراک داشته باشن. خب اتفاقی که داره رخ میده دو تا گوی من حتما قرمزه، پس یعنی پی این اتفاقی که براش میفته میشه اشتراک اونها، پس میشه اون دوتا تقسیم بر ان چی؟ ان اشتراک ها. اشتراک اینها گویا با هم دیگه کلن دیگه چهار تا بیشتر نیستن، یعنی احتمالش میشه دو چهار رو میشه جمع اون دوتا گوی سبز و سفیدن. پس حالا این دیگه محاسبه است. محاسبه میگه چی؟ یک شیشم ضرب در سه پنجم میشود سه سیوم ضرب در دو چهارم. پس اینجا میشود سه سیوم ضرب در دو چهارم. خب این دو با این میشود پونزده، که اینجا الان سرم یک میشه با این میشود پنج، بالا یک تقسیم بر بیست و احتمالش میشه یک بیستم. خب پی آ یعنی احتمال این که گوی اول چی باشه؟ سبز باشه. در کیسه 6 تا گوی داریم، یکی از اونا چیه بچه ها؟ سبزه. پس پی آی من سبز باشه همون یک شیشمه که احتمالشو نوشتیم. حالا از کیسه یه گوی کم شده، پس در کیسه 5 تا گوی میمونه، چون یه دونه گویش کم شده رنگشو نمیدینیم. سه تا از اونا هم چیه؟ سفیده. پس پی ب به شرط آ میشه سه تا از اون 5 تایی که باقی مونده. پس ما میتونیم احتمال سفید بودن گوی دوم با دانستنی که گوی اول سبز بوده میشه پی ب به شرط آ، که احتمالش میشه بچه‌ها چقدر؟ 3/5. حالا با کم شدن دو گوی اول، حالا فرض کن دو تا گوی اول کم شده، تو کیسه 4 تا گوی داریم، دو تاش از اونها حتما چیه؟ قرمزه. پس اون سی به شرط آ اشتراک بیه همین بود، یعنی دو تا از اون 4 تا که کم کرده بودم. خب بریم سر کار در کلاس بعدی. این از اون سوالای مهمه. بسکتبالیستی هر بار که اقدام به پرتاب می کند، اگر روحیه خوبی داشته باشد پرتابش به احتمال 90% گل می شود، و اگر روحیهش ضعیف باشد احتمال گل شدن پرتابش 60% است. پس ما دو حالت داریم، یکی احتمال گل شدنش که به قول معروف روحیهش خوبه، اگه گل نشه روحیهش ضعیفه، و یه روحیه خوب دارم یه روحیه ضعیف دارم. دقت کن، به علاوه میدانیم او اگر پرتابی را گل کند در بعدی روحیه خوبی دارد، در غیر این صورت روحیه ضعیف خواهد شد. فرض کنید بسکتبالیست پیش از اولین پرتاب روحیهش خوب باشه، یعنی قبل از اینکه پرتاب را انجام بده روحیهش چیه؟ خوبه. احتمال اینکه سه پرتاب متوالی دقیقاً دو پرتاب آخر گل شود چقدر است؟ آقا برای حل این مسائل ما گل شدن پرتابا را آی میگیریم، پرتاب اول دوم سوم تا الی آخر. اینجا سه تا پرتاب گفته بکنیم، گفته پرتاب سومیه، گفته پرتاب اولیه روحیش ضعیف، یعنی آپریم یک، یعنی اولیه رخ نداد، دومی روحیه خوب، روحیه خوب، پس یعنی آپریم یک، اشتراک آ دو اشتراک آ سه رو میخواد. آقا طبق قانون ضرب احتمال فرمولا میشه پی آپریم یک ضرب داره پی آ دو به شرط آپریم یک ضرب داره پی آ سه به شرط اشتراک آپریم یک و اشتراک آ دو. خب احتمال این که روحی اولیه ضعیف باشه 1/10، یعنی یه دونه از اون تعداد پرتاب ها، چون گفته بود 9/10، یک منهای 9/10، 10 منهای 9، 1/10 پی آپریم به دست میاد. پی چی رو میخواد؟ آدو به شرط این که آپریم یک اتفاق بیافته. آقا آدو به شرط آپریم یک، تو صورت سوال دقت کن، روحیه ها رو که من گرفتم آ، اینو گرفتم بی، حالا میگه این حالت های دونه دونه اینا چی باشه؟ اتفاق بیافته. پس اینجا اینم که 6 دهم،
حالا میگه آسه به شرط اینکه آپریم یک اشتراک داشته باشه با آدو، یعنی همون روحیه ضعیفه است، نه دهمه است. درسته یک منهای نه دهمه شد این یک دهمه که پی آپریم یک داد. خب حساب که بکنیم عدد میشه 54000. پس حالا سوال ما اینه چرا پی آسه به شرط آپریم یک اشتراک آدو برابر 9/10؟ علتشو گفتم. خب حالا یکم بیایم علمی تر برخورد کنیم. پی آسه به شرط آپریم یک اشتراک آدو یعنی چی مفهومش؟ یعنی اینکه پرتاب سوم گل شده به شرط آنکه، ببین، به شرط آنکه آپریم یک پرتاب اول گل نشده، اشتراک داره با پرتاب دوم گل شده. این مفهومش یعنی این. در این مثال مقدار احتمال گل شدن هر پرتاب غیر از پرتاب اول فقط به پرتاب قبلیش بستگی داشت. خب زیرا اگر پرتاب قبلی گل شده باشه روحیش خوبه، پرتاب جدید رو به احتمال 90% یعنی 9/10 گل خواهد کرد. در غیر این صورت پرتاب جدید به احتمال گفته بود 60% یعنی 6/10 خواهد بود. حالا میدونیم پرتاب دوم گل شده. ببین پرتاب دوم چیه؟ گل شده. پس اون روحیش خوبه. پس پرتاب سومش که بستگی داشت به پرتاب قبلی به احتمال 90% گل میشه. پس یعنی مفهوم این که پرتاب اوله گل نشه تو پرتاب سوم بی تأثیره، چون پرتاب سوم من بستگی به پرتاب قبلیش داشت. در صورت اینکه پرتاب قبلی رو درست انجام بده روحیش خوبه. پس یعنی این احتمال این میشود بچه همون 9/10. خب بریم سر مثال بعدی. میگه فرض کنید سه کارت داریم، دو روی کارت اول سبز و دو روی کارت دوم قرمز است و یکی روی کارت سوم سبز و دیگری قرمز است. روی دیگرش کارتی را به تصادف بر می‌داریم و مشاهده می‌کنیم که یکی روی آن سبز است. احتمال اینکه هر دو روی آن سبز باشد چقدر است؟ آقا فرض مسئله رو بریم، اول آمون رو می‌گیریم کارتمون دو روش سبز باشه، بی رو می‌گیریم روی مشاهده شده یک کارت انتخابی سبزه. اوکی؟ حالا چی رو خواسته از من؟ بریم میگه هر دو روش سبز باشه. خب پیا اشتراک به پیه به رو باید محاسبه کنیم. واضحه بعد از انتخاب یک کارت نگاه کردن به روی دیگرش یکی از اون شیش روی اون سه کارت رو برای من داره که احتمالاش قطعا چیه؟ برابر خواهد. حالا در مجموع سه رو سبز سه رو قرمزه. خب پیه به من میشه چی؟ یعنی وقتی سه روش سبز سه روش قرمز، یعنی سه تا از اون شش تا حالت کارت من خواهد بود. پس یعنی سه ششم میتونه این اتفاق بیفته که بشه 1/2. حالا پیش آمده آ اشتراک ب چیه؟ خب اشتراک ب خیلی راحت به دست میاد، میشه پی آ ضرب در پی ب به شرط آ طبق قانون ضرب احتمال. آقا پی آ یه سوم یه دونه از اون سه روی اونها ضرب در پی ب به شرط آ. بچه‌ها مفهوم پی به شرط آ رو بریم ببینیم یعنی چی. دقت کن، پی به شرط آ میگه روی مشاهده شده یک کارت انتخابی سبز باشه. خب میگه پی به شرط آ، آقا نگاه میکنم روی کارت انتخابی سبز باشه به شرط اینکه دو روش سبزه. آقا وقتی میگه دو روش سبز باشه یعنی دو دوم میتونم انتخاب کنم، یا از این روی سبزش یا از اون روی سبزش، دو دوم میتونه انتخاب کنه. پس یعنی پس احتمال این چقدره؟ یک هستش. پس پی ب به شرط آ از اینجا به دست اومد که میشه چقدر؟ یک. خب حالا دلیل اینکه پی آ برابر یک سوم چیه؟ سه تا کارت، یکی دو رو سبزه یعنی یه دونه روش میتونه سبز باشه از سه تا. پی ام به شرط هم چون اگه کارت انتخابی دو روی سبز باشه روی مشاهده شده حتما سبزه، همونی که برای توضیح دادم، قطعا 2/2 میشه. پس پی ا به شرط ب میشود چی بچه ها؟
پیاه به شرط ب میشه 2/3، یعنی اون دو روی اون سبزه از سه حالت ها تمام، پیاه به شرط ب میشه 2/3. خب بریم سر قانون احتمال کل. قانون احتمال کل، رسیدن از یک داده جزئی به یک نتیجه کلی به من قانون احتمال کل میده. اسمش هم روشه، قانون احتمال کل. مثلا اطلاعات آماری که تو استانه کشور تهیه شده بعد از انجام محاسبات منجر به آمارهای درباره کشور میشه. رفتار ترافیکی گروه‌های مختلف سنی جنسی، جمع‌آوری اطلاعاتشون تا بدونیم اینها چیه. از یک اطلاعات جزئی میرسیم به یک اطلاعات کلی. از قانون احتمال کل چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب دو تا کیسه داریم. اولی شامل دو تا گوی سفید، سه گوی سبز، دومی یک گوی سفید، 9 تا قرمز. یکی از دو کیسه را به تصادف انتخاب میکنیم. از آن گوی را بر میداریم. میخواهیم احتمال سفید بودن این گوی را چیکار کنیم؟ محاسبه کنیم. سه پیش آمده A، B1 و B2 را به شکل زیر تعریف میکنیم. آقا آیم آمون را تعریف میکنیم. گویی که میخوام بردارم سفید باشه، چون اینجا احتمال سفید بودن رو میخواد. B1 از کیسه اول انتخاب کنم، B2 از کیسه دوم. خب بچه ها هدف PIA، پس چون گفته برو احتمال گوی سفید رو حساب کن، پس PIA برای من شرطه. پس من بیام سفید باشه به شرطی که از کیسه اول باشه، PIA به شرط B1، PIA به شرط B2 سفید باشه به شرطی که از کیسه دوم باشه. خب خیلی ساده است بچه ها. احتمال این که از دو تا کیسه انتخاب کنم 1/2، احتمال این که سفید باشه از کیسه اول انتخاب کنم، نیا کن سفید دو تا از کیسه اول کلن 5 تا میشه 2/5، سفید باشه از کیسه دوم تعداد اینا هم 10 تا میشه 1/10 از کیسه دوم. پس اینجا میشه 1/10 از کیسه دوم، اینم میشه 2/5. حالا بچه ها کیسه انتخابی یا کیسه اول یا کیسه دوم، فضای نمونه ایمو افراز کردم به B1 و B2. پس A اشتراک B1 برای من شرطه، A اشتراک B2 هم شرطه. PIA می شود چی؟ طبق قانون این میشه PIA، میشه PIA اشتراک B1 اجتماعش با PIA اشتراک B2، این میشه PIA اشتراک B1 به علاوه، یعنی اجتماع به علاوه PIA اشتراک B2. خب آقا پی آ اشتراک بی یک میشه پی بی یک ضرب در پی آ به شرط بی یک طبق قانون ضرب احتمال، به علاوه پی آ اشتراک بی دو میشه پی بی دو ضرب در پی آ به شرط بی دو. حالا پی بی یک 1/2 ضرب در پی آ به شرط بی یک 2/5، به علاوه پی بی دو، پی بی دو کدوم بود؟ 1/2 ضرب در پی آ به شرط بی دو 1/10. پس این محاسبه میشه، من PIA رو میخوام. PIA رو هم به این صورت گفتیم و حاصل این میشود 5/20 که همون 1/4 خواهد بود و به همین سادگی این سوال چیه؟ حل میشود. در محاسبات صفحه قبل دوبار از قانون ضرب احتمال استفاده کردم که مشاهده کردید کجا نمودار درختی از این محاسبات به شکل دیگری نمایش میده. بچه ها دوتا کیسه دارم، احتمال اینکه هر کیسه انتخاب کنم 1/2. کیسه اول کیسه دوم، کیسه اولم بخواد سفید باشه به شرطی که از این کیسه انتخاب کنم، کیسه اولم سفید باشه 2/5 بود. کیسه اولم رنگ سبز باشه 3 تا گویی مونده بود از 5 تا میشه 3/5. 1/2 تو کیسه دوم به شرط اینکه سفید باشه گفتیم 1/10. 9 تا گوی باقی موند اونجا، حتما اون 9 تا دیگه قرمزن، میشه 9/10 احتمال اینکه قرمز باشه از کیسه دوم. خب دقت کن 1/2 ضرب در 2/5، اینجا میشه 1/2 ضرب در 1/10 میشود چی؟ احتمال سفید بودن. خب بعد جمع اینا رو بریم با هم دیگه دیگه تمام. حالا سبز بودن هم که میشه 1/2 ضرب در 3/5، 1/2 ضرب در 9/10 هم قرمز است. خب پس حالا احتمال سفید بودن میخواد، میشه 1/2 ضرب در 2/5 یا از کیسه دومه 1/2 ضرب در 1/10 تمام 1/4. پس شما میتوانید از نمودار درختی هم برای محاسبه اینها چیه
استفاده کنین و کارتون خیلی چیه؟ راحت‌تر هم خواهد شد. قانون احتمال کل که در فعالیت قبل تلویحاً از اون استفاده کردیم به این شکل است. آقا B1 و B2 و BN احتمال ها ناصفر هستن، یعنی توهی نباید باشن. به فضای نمونه ایمون افراز میشه، برای پیش آمده دلخواه آ داریم پی آ پی بی یک ضرب داره پی آ به شرط بی یک، به علاوه پی بی دو ضرب داره پی آ به شرط بی سه. این اتفاق امکان داره رخ بده تا کجا؟ پی بی ان در پی آ به شرط بی ان، یعنی میشود زیگما مجموع کا از یک تا ان. چه اتفاقی؟ پی بی کا، یعنی نمیدونم چنده، کا یک تا ان ضرب داره پی آ به شرط بیکا. یعنی پس هر چند تا احتمال داشته باشم در قانون احتمال کل ضرب احتمال های مختلف رو طبق قانون ضرب احتمال با هم جمع می کنم. این یعنی مفهوم قانون احتمال کل. خب حالا دو تا کیسه بود، دو تا می گیریم، 10 تا کیسه بود، 10 تا حالت اینها رو باید بنویسیم با هم دیگه جمع کنیم. خب کار در کلاس با انجام مراحل زیر قانون احتمال کل را اثبات کنید. بچه ها میگه این فرضمون که B1 تا BN فضای نمونمون افراز میکنه، یعنی 2 به 2 ناسازگارن. خب نگاه کن، یعنی هیچ سازگاری با هم دیگه ندارن، جدا کرده B1 B2 تا BN. وقتی ناسازگار هستن یعنی فضای نمونه کل من S. پس اجتماع کاه از 1 تا N B کاه، یعنی همون فضای نمونه کل من و مجموعه مرجع یا جهانی من S می شود. حالا نگاه کنید، میگه در این صورت که آ اشتراک بی یک، آ اشتراک بی دو تا آ اشتراک بی ان 2 به 2 ناسازگارن، اجتماع اونها میشه برابر آ. پس وقتی که ناسازگار هستن یعنی اشتراکاشون توهیه، پس یعنی خود اون پی آ رو میده، میشه زیگما کا از 1 تا پی آ اشتراک بی کا. خب سوال سوم ببینید چی میگه. میگه اگر جملات داخل سیگما را به کمک قانون ضرب احتمال بازنویسی کنید به قانون احتمال کل میرسید. خب بچه ها طبق قانون ضرب احتمال پی آ اشتراک بی کا میشه پی بی کا ضرب داره پی آ به شرط بی کا. جای گذاری کنیم داخل سیگما میشه پی آ مساویه سیگما کا از 1 تا ان پی آ اشتراک بی کا. آقا یعنی این مفهوم قانون ضرب احتماله، میشه پی بی کا ضرب داره پی آ به شرط بی کا. یعنی این اومدم بازش کردم. پس حالا چند تا احتمال داره رخ میده؟ انتا. میشه پی بی یک به علاوه پی آ به شرط بی یک، به علاوه پی بی دو به علاوه پی آ به شرط بی دو، تا چند تا نقطه که برسیم به پی بی ان ضرب داره پی آ به شرط بی ان. یعنی چیزی که از اینجا حساب کلیش بود به اینه. پس یعنی پی آ به شرط بی یک پی بی یک ضرب داره پی آ به شرط بی یک، تا این تا پی بی ان ضرب داره پی آ به شرط بی ان. یعنی من در اینو میخوام بگم در قانون احتمال کل میام از قانون ضرب احتمال استفاده میکنم، تک تک پیش آمدها رو ضرب احتمالش رو حساب میکنم، قانون ضرب احتمالش رو با هم دیگه جمع میکنم. چون در قانون احتمال کل مفهوم سیگما رو داریم، مفهوم سیگما یعنی جمع همه اینها با یکدیگر، که میرسیم به این فرمول مهم و از قانون احتمال کل چیه استفاده میکنیم. بچه های عزیز این جلسه ما به اتمام رسید، انشالله ادامه مطلب رو در جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود.